تیمسار باید حتما یادشون باشه ما 36 تا افتخار دی داشتیم که دو تا گردان تقسیم شد، تقسیم شد به دو تا گردان، یک گردان تاکتیکی یک گردان آموزشی. فرماندهی گردان تاکتیکی رو گذاشتن سرگرد امیر بهمن باقری. ارتش بود آریانا دستور داد، ایشون رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بود، ایش دستور داد که تا پایان یه روزی که من یادم نیست الان، کلیه گردان تاکتیکی تمام هواپیماهاش رو برداره و بره به بندر عباس. بندر عباس هم یه باندی بود که هواپیماهای مسافربری فراز و فرود می کردن و داشتن پایگاه رو می ساختن. یعنی وقتی من رفتم اونجا دیدم که دارن خیابون کشی می کنن و آسفالت می کنن خیابونا رو، و هنوز من خونه ای ندیدم اونجا خانوار بش هوایی اونجا زندگی کنه. آشیانه های بزرگی بود اونجا که داشتن آشیانه ها رو درست می کردن. این فکر می کنم حدود 17 تا طیاره ابتکار دی بلند شدن رفتن در بندر عباس. آخرین هواپیما من کابین عقب سرگرد باقری بودم، ساعت تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود که رفتیم پای هواپیما و قرار شد این هواپیما آخرین هواپیما بود که باید میرفت بندر عباس، قرار شد بریم تیک آف کنیم. رفتیم و کارها رو انجام دادیم و فلایت پلن و همه کارها رو انجام دادیم. تیمسار باقری خدا بیامرز، خب تیمسار وایزی میشناسن ایشون، ایشون آکروجت بود و خیلی هم خلبان برجسته بود، معاون عملیات گردان، ابتر عملیات گردان مینوسپر بود. مینوسپر سرگرد بود، ایشون هم سرگرد بود، ولی مینوسپر فرمانده گردان بود، باقری ابتر عملیات بود. حالا که جدا شد گردان، باقری شد فرمانده گردان. ما رفتیم و حالا من کابین عقب فرمانده گردان نشستم، دلم میخواد همه کارم طوری انجام بدم که فرمانده گردان خیلی راضی باشه از من، و افتخار بزرگی هم بود که من حالا آخرین هواپیما کابین عقب فرمانده گردانم. رفتیم تو باند، یه دفعه چراغ BLC روشن شد، باندری لیر کنترل، این یه هوای داغی رو میده رو بالها که بتونه افور دی داره افور یا ندارن، میده رو بالها که بتونه لیفتش رو بالا ببره. چراغ BLC که روشن شد، باقری گفت اه این BLC مال چیه؟ گفتم تیمسار جامسر برد، این باید برگردیم، باید ابورت کنیم، این داغ میزنه بالو همه رو میسوزونه. گفت مگه بچه دستور آریاناس گفته باید ما تا آخر روز ما باید تمام تیارهامون توی بندر عباس باشه. گفتم من چی بگم خدایا، این خیلی خطرناکه. آقا گفت ما بلند میشین موتور راست خاموش میکنم، موتور BLC راست بود. گفت من بلند میشم موتور راست خاموش میکنم. یه کار بسیار وحشتناکیه این کار، اصلا شاید شما تا آخر بان نرسی. و ایشون رول کرد، گذاشت افتر برنر، تیک آف کرد، چرخا رو جمع کرد و موتور راست رو خاموش کرد. ولی اینم یه چیزی ها، افور چه هواپیمای گردن کلوفتی بود، چه هواپیمای عجیب غریبی بود افور. با یه موتور ما کلان کردیم، لخون 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 رفتیم تا ارتفاع 20,000 پا، ایسو نمیدونم حالا سمت جنوب که میرفتیم باید فرد میرفتیم یا زوج میرفتیم، الان یادم نیست. رفتیم ارتفاع 20,000 پا یا 21,000 پا رفتیم روی شیراز، اصفهان رفتیم، روی شیراز رفتیم، بندر عباس دیگه غروب بود، با سینگل انجین نشست و همه تیاره رو بردیم. رفتم اونجا دیدم بله، ربیعی فرمانده کل گروه سرهنگدو بود، نه شد سرهنگ تمام بود، ربیعی فرمانده کل گروه، همه ریختن، مکانیسیان ها همه اومده، 330 گر و گر بار می اومد. رفتم اونجا و این آقای
تیمسار از شاگردان تیمسار بودن در F5 احتمالا. آقای سوتوان یکم جعفری بود یا سروان جعفری و سوتوان یکم حسن آخوندزاده که یا سروان حسن آخوندزاده. اینا رو مأمور کرد ربیعی که یه رنج تیراندازی، یک میدان تیر موقتی درست کنن در نزدیکی باند، شاید مثلا 4-5 کیلومتر با باند، با باند پروازی بیشتر فاصله نداشت حدودن. اینا رفتن با زحمت و با کمک، البته با همه امکاناتی که بولدوزر و گریدر رو نمیدونم این چیزا بود، گرفتن از شهرداری و بالاخره شروع کردن به کار رو درست کردن. یک میدان تیر زیبایی درست کردن، اگرچه با دو تا پنل استریف، مثلا میدان تیر چهار تا پنل استریف داشت، اینا با دو تا پنل استریف درست کردن، از اون طرف دایره ها رو گچریزی کردن. ما فردا صبحش بلند شدیم، من کابین عقب احمد دانشمندی، خدا رحمتش کنه، بلند شدیم و چیز کردیم اونجا، گانری کردیم برای اینکه کشورهای همسایه بدونن که ما اینجا داریم کارهای تاکتیکی میکنیم، کارهای گانری داریم انجام میدیم، برای اینکه بدونن. این مدتی شبم اتفاقا اومدیم شب مهمان تیمسار، حالا اسم فرمانده رو یادشون نبود، فکر کنم حبیب اللهی بود، تیمسار حبیب اللهی، درسته فکر کنم تیمسار حبیب اللهی بود. شب ما رو دعوت کردن باشگاه افسران نیروی دریایی و رفتیم اونجا، اصلا جایگاه ما رو هم گذاشتن بیوکیو نیروی دریایی، خلبانا همه رفتن تو بیوکیو نیروی دریایی. روزها اونجا ما گانری میکردیم، پرواز میکردیم. یه روز کابین عقب همین تیمسار دانشمندی، خدا رحمتش کنه، کابین عقب ایشون بلند شدیم رفتیم مسقط. ایشون دستور داشت، من در جریان دستور پروازی نبودم، ایشون بهش گفته بودن باید این کارو بکنی، من در جریان نبودم. رفتیم رو مسقط، رو چیز کرد، هواپا رو اینورت کرد، اومد پایین، کف زمین خوابید تو مسقط، از مسقط اومد به ام القوین، اومد به شارجه، اومد به دبی، اومد رفت 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 تو خاک عربستان، رفت روی ریاض، لولول از روی ریاض رفت، برگشتیم اومدیم. خب هواپیمای فرام خیلی بنزین، 27,000 پوند بنزین میگیره، لولول از روی ریاض برگشتیم اومدیم و بندر عباس نشستیم. احدی صداش در نیامد که اصلا شما به چه دلیل اومدید تو کشور ما؟ کسی جرأتم نمیکرد که اصلا اظهار نظر بکنه. ببخشید، اینم از خاطراتی بود که از اون موقع یادم بود.